32 سال در مناسبات و تشکیلات گفت و شنود با خانم فرشته هدایتی، قسمت اول. از بد و نیک هر کرا دیدم، سرگذشتی که داشت پرسیدم. از بد و نیک هر کرا دیدم، سرگذشتی که داشت پرسیدم. روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه. گفتم ای من نخوانده نامی تو، سیه از بهر چیست جامه تو؟ گفت پرسیدی اونچه نیست ثواب، دهمت اونچنون که هست جواب. خیز بر تو راز بکشایم، صورت نانموده بنمایم. با سکندر ز بحر آب حیات، رفتم اندر سیاهی ظلمات. گفت بگذار از این سخن بگذر، که ز سیمرغ کس نداد خبر. زین سیاهی خبر ندارد کس، مگر اون کین سیاه دارد و بس. سلام بر شما خانم فرشته خلج هدایتی. سلام آقای همنشین بهار، منتظرتون بودم چون میخواستم اگه ممکنه در مورد کتابی که در دست تألیف دارم با شما صحبت کنم. 30 سال شرح وقایع اتفاقی در مناسبات و تشکیلات. اگه اجازه باشه من ابتدا چند سوال که به ذهنم میرسه از شما بپرسم، بعد در مورد کتابم در فرصتی صحبت میکنیم. بله خواهش میکنم، حتما بفرمایید. خانم هدایتی، شما در نوامبر 2015 یه متن کوتاهی منتشر کردین در فیسبوک خودتون که عنوانش این بود: سکوت علامت رضایت نیست، سکوت علامت رضا نیست. و حالا باید به خاطر تمام اونهایی که زندگیشون رو در تحقق یک آرمان از دست دادن حرف زد.
من یک شاهد عینی هستم، شاهدی که از درون یک غار رها شده است، رها شده از درون یک ماشین شستشوی مغزی، رها شده از دخمه‌ای که روح انسانها را درون از پای می انداختم. تا به کی باید صبر می کردم و به خاطر پرهیز از خوردن مارک و برچسب‌های احتمالی به سکوت ادامه می دادم. من مدت 30 سال از عمرم را به طور حرفه‌ای در تشکیلات گذراندم. هر کس که بودم و هر رده‌ای که داشتم اصلا مهم نیست. مهم این است که من 30 سال شاهد عینی بودم. این قسمتی از متن شماست که قرائت کردم. خانم هدایتی، من شنیدم که شما کتابی نوشتین و این موضوعات رو در کتابتون به تفصیل شرح دادین، درسته؟ بله، همطور که می‌فرمایین، من البته این اطلاعی مال تقریبا 3 سال پیش هست، ولی من تو این مدت تونستم کتاب خودم رو به تحریر در بیارم و به قولی که به خودم و خواننده های این متن داده بودم وفادار بودم تا بتونم صحبتهایی رو که از اونجا با خودم داشتم یه جورایی مطرح کنم. خانم هدایتی، همونطور که میدونین نقد اساس معرفت و عامل پویایی است و با پیش‌داوری و عیب‌جویی یکی نیست. در نقد چیزی وجود دارد که مرتبط با فضیلت است. نقد مجاهدین هم نیکوست، منتها به شرطها و شروطها، به شرطی که با غرض و مرض همراه نباشد و پیشتر و بیشتر با استبداد زیر پرده دین مرزبندی داشته باشیم. در غیر این صورت عبث است. دشمن شاد شده و آب در هاون میکوبیم. از نگاه من در تحلیل نهایی همه چیز به استبداد زیر پرده دین برمیگردد و آب از اون سرچشمه گلالود است. نظر شما چیست؟ من 100% با شما موافقم آقای همنشین، کما اینکه زندگی من گواه بر همین بوده و زمانی که این ظلم رو تشخیص دادم، تلاش کردم تو پهنه‌هایی که میتونم با در واقع جبهه‌ای باشم که برای آزادی خواهی تلاش کنم. نقد من از تشکیلاتی که تو محصور بودم همانند ماهی که در یه تنگ بسته بوده، اصلا و ابدا به معنی نادیده گرفتن ظلمی که بر مردم ستم دیده ایران میره نیست و باید بگم به اصطلاح اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. یعنی اینکه اگه من منتقد آقای رجوی هستم ابدا به معنی تایید این حکومت نیست. خانم هدایتی، شما از کی، از چه سالی پا به مبارزه گذاشتین و در مجموع چند سال با سازمان آقای رجوی بودین؟ اما قبل از اون بگین اصلا برای چی به مبارزه روی آوردین؟ برای آزادی که آرمان هممونه، برای مبارزه با ظلم و ستم، با بی‌عدالتی. خب حالا از کی، از چه سالی پا به مبارزه گذاشتی؟ من از نوجوانی در واقع با مبارزه آشنا شدم و خیلی زود به بستر مبارزه تشکیلاتی کشیده شدم. در مجموع شما چند سال با سازمان آقای رجوی بودین؟ 32 سال. آیا شما رزمنده بودین، رزمنده ساده، یا رده داشتین و عضو مجاهدین بودین؟ ولی من الان که بیرون هستم نمیخوام که در واقع ادعای رده‌ای داشته باشم، ولی این توضیح بدم که من توی مثل همه اعضای مجاهدین اونجا رده بندی شده بودم و عضو آزمایشی شورای رهبری بودم. خانم هدایتی، من حالا چند شایعه که بیشتر عناصر مرتبط با حکومت منتشر کردند با شما در میون میگذارم و ازتون میپرسم که آیا اینا واقعا واقعی است یا اینا دروغه
یا اینا صرفا شایعه است به تمام معنا. یکیش اینه که آیا اون چی در مورد رقص رهایی گفته میشه اینا شایعه رژیمه؟ اینا میتونه واقعیت داشته باشه؟ ببینید خیلی از واقعیت ها رو میتونن رژیم ها بگن و ممکنه تو باورهای عموم نباشه و به خاطر منحوس بودن، بدنام بودن این حکومت ها کسی باور نکنه. ولی متاسفانه در مورد رقص رهایی، من اگرچه خودم در این رقص شرکت نداشتم، ولی کن میتونم بگم متاسفانه این واقع میتونه واقعیت باشه. اینو با چه درجه از یقین میگین؟ با توجه به تمام شواهدی که من اونجا داشتم و در واقع مناسباتی که اونجا نزدیک باش مواجه بودم، میتونم بگم یقینا وجود داشته. حالا از رقص رهایی بگذاریم، بریم به موضوع دیگه. باز خوندم جزو شایعاتی که حکومت هم اونها رو مطرح کرده که در نشست‌های جمعی که با حضور آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی تشکیل می شده، یک بار خانم رجوی رو می کنه به زنانی که در اون نشست شرکت داشتن و میگه چرا تنظیم رابطه نزدیک نمی کنین با مسعود؟ حالا من جملهشو نمیدونم چون دارم به نقل از اونا میگم، چرا رابطه نمیزنین؟ پرسش من اینه که خواهش میکنم اینو بگید، آیا میتونه اینا واقعی نباشه؟ خیلی آقای همنشین، شما خیلی با احتیاط دارین سر این موضوع صحبت میکنین. در واقع این صحبتی که شما میکنین یکی از بندهای انقلاب ایدولوژیک خانم رجوی بود که با هر زنی موظف بود از این بند عبور کنه و خودشو در حریم رهبر ببینه. خب شاید این حریم معنوی بوده، اون رابطه هم یه رابطه معنوی بوده. در واقع شکل بیان همین بود، ولی اون چیزی که ما در ادامه و در همین محتوای رقص رهایی که منم به نوعی در نشست‌های متفاوت باش مواجه شدم و نزدیک شاهد بودم، این نشون دهنده این بود که این محرمیت گام‌های فراتری هم رفت. حتی این هم گفته شده که تعدادی زیادی از زنانی که در تشکیلات بودن بهشون گفته شد و اونها تشویق شدن به اینکه رحم خودشون رو درآورن. من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی ببخشید از پرسشی که شد. آیا این میتونه واقعی باشه یا اینا همه شایعه است؟ نخیر، اینم شایعه نیست و من خودم میتونم شهادت بدم. البته من اینو تو کتابم بهتر توضیح دادم و امیدوارم که کسایی که بعدم میخونن بتونن بهتر قضاوت بکنن. ولی این داستان درآوردن رحم برای خانم‌ها، که خود منم یکی از اونها هستم، به نوعی ترکیبی از موضوعات پزشکی و موضوعات ایدئولوژیک بود، به این مفهوم که شاید تو جامعه اگه مثلا ما یک بیماری کوچیک زنان داشتیم میتونستیم با مراجعه پزشک مسئلمون رو حل کنیم، ولی اونجا با ترکیب مسائل ایدئولوژیک و ربط دادن به انقلاب ایدئولوژیک و اینکه زنی که رحمشو در بیاره تو نوک قله ایدئولوژیکه، ما تشویق میشدیم که این کار رو انجام بده. شما چه مدت که الان بیرون اون تشکیلات هستین؟ من حدود 5 سال. آیا در این مدت به پزشک، خیلی ببخشین این سوالا میپرسم، آیا در این مدت به پزشک مخصوص زنان اگه مراجعه کردین این موضوع رو شنیده از شما که خود شما فرمودین؟ بله، من چون بیماری های مختلفی خوشبختانه از اونجا داشتم و با خودم آوردم، مجبورم که به پزشک های مختلف مراجعه کنم و اولین سوال تو هر مراجعه اینه که چه سابقه پزشکی داری، و من وقتی بهشون میگم که من سیستم زنانم رو عمل کردم،
دکترا تعجب میکنن، میپرسن آیا بیماری خاصی خطرناکی داشتی، که من بهشون میگم که نه، و اونا خیلی براشفته میشن که پس اگه بیماری جدی نداشتی چطور شده که همچین اقدامی کردی، که من واقعا توضیحی براشون نداشتم. در یکی از همین مراجعات من وقتی که دچار حمله قلبی شدم و دوستم منو به بیمارستانی تو همین کشوری که هستم برد و از من خانم دکتر این سوالو کرد، وقتی توضیح دادم که نه بیماری خاصی نداشتم ولی عمل جراحی انجام شده، خانم خودکارشو محکم رو میز کوبید و نمیدونست اصلا واکنشش خودشو نمیتونست کنترل بکنه. خانم هدایتی، حالا شاید شما یک نفر اینجوری بوده یا دو نفر سه نفر، اینجا میگن که تعداد بیشتری رحمشون رو گفتن که در بیارین. من مطلع هستم که چون همزمان با من نفرات دیگه هم این کار کردن و ما توی محل بیمارستان اشرف با هم توی یک بیمارستان بودیم و همزمان عمل شدیم، ولی اینکه دلایل هممون مثل هم بود در موضوع پزشکی من مطلع نیستم، ولی مطمئنم که به لحاظ ایدولوژیک هممون یک نیت داشتیم. نه، پرسش من این بود که آیا ممکنه فقط این شامل یک یا دو نفر بود؟ نه خیر، تعداد زیادی این کار رو کردن. تعداد زیادی یعنی مثلا چه؟ من حداقل مطمئنم که حدود 120 تا حداقل مطمئنم که بودن. حالا از این موضوعات بگذاریم، یه سوال دیگه بپرسم. آیا اون چی آقای سیامک نادری و دیگران راجع به سال 73 میگن و اون بگیر و ببندها با پوزش از آقای نادری و دیگر کسانی که این موضوع رو گفتن، آیا ممکنه اون رو راست نگن و اینا همه شایعه باشه؟ آخه صحبت از بگیر و ببنده، صحبت از بازداشته و نه یه بازداشت ساده و خیلی چیزهای دیگه که من مایل نیستم بگم. آقای همنشین، باور کنید اون صحبت ها رو، چون این اتفاقا افتاد. من خودم درگیر این دستگیری ها و به این بگیر و ببند ها نبودم، ولی شاهد بودم. همطور که قبلم گفتم، من تو کتابم یه سری موضوعات رو وارد کردم و شاید درست باشه اینجا یک نمونه هم براتون بیارم که مشخصا من شاهد بودم زمان دستگیری خانم زهره فخر که بعدها در یکی از عملی زهره چی خانم؟ زهره فخر. بله. که یکی از رزمندگانی بود که به عنوان تیم عملیاتی به داخل کشور اعزام شد و ایشون، من شبی که زمان دستگیری ایشون بود، خانم معصومه ملک محمدی سر میز غذا طوری وانمود کرد که این خانم بسیار نفوذی کثیفیه و همین الان ما میریم و ایشون رو دستگیر میکنیم، که من فلواقع شوک شدم. و وقتی که خانم زهره فخر از سالن بعد از شام خارج میشد، توسط دو نفر از کسایی که مأموریت این کار رو داشتن دستگیر شد. خانم هدایتی ببخشین، چرا اون خواهر مجاهد خانم معصومه ملک محمدی باید این موضوع رو به شما بگن؟ مگه شما در چه مداری یا توی حوزه‌ای کار میکردین که او این خبره که ظاهری خبر امنیتیست به شما بگن؟ ببخشید، من مطمئنم به خاطر سطح سطوح من نبوده. ایشون سر میز شام معمولا صحبت میکردن و تو اون جمعی که صحبت میکردن منم حضور داشتم. میتونم اجازه بگیرم از شما، شما تو چه قسمتی کار میکردین؟ تو اون زمان من تو قسمت پرسنلی بودم. طبعا تو این سالیان تو قسمت‌های مختلفی من کار میکردم، ولی من عمدتاً تو قسمت اطلاعات کار میکردم. بسیار خوب. خانم هدایتی، سرانجام اون خانم زهره فخر که اون مسئول، اون خواهر مسئول به شما گفت این مزدور کثیف نفوذی است و باید دستگیر بشه و شد، سرانجامشون چی شد؟ فکر میکنم که تقریبا
سه سال بعد ایشون به عنوان یکی از کاندیداهای تیم عملیاتی انتخاب شدن و فرمانده تیم بودن و طی تدارکاتی که برای عملیات ایشون دیده شد، این خانم به همراه یک همرزم دیگرش و عملیات داخل رفتن و متاسفانه در این عملیات به شهادت رسیدن. کم و کیف عملیات الان دقیقا یادم نیست که براتون توضیح بدم، ولی بعد از اعلام این خبر در واقع رهبری طبق معمول از ایشون تقدیر کردن به عنوان یک قهرمان. آخه ایشون که گفته شده بود نفوذی کثیفه و دستگیر شد، شما فرمودید؟ بله، این در واقع اتهامی بود که اون زمان در همون پروژه رفع ابهام که در واقع تمامش خودش در ابهام بود به ایشون این اتهام وارد شد، ولی مشخص بود که این اتهام دروغه و چیزی غیر واقعی بوده و من نمیدونم به چه دلیلی ایشون و خیلی از بچه‌های مشابه ایشون به عنوان کاندید تیم عملیاتی داخل کشور انتخاب شدن و به عملیات اعزام شدن. ایشون یادتونه که مال چه شهری بوده؟ من اگه فراموش نکرده باشم ایشون مال شهر بروجرد بودن از غرب کشور. ببینیم، برگردیم به همون سال 73. درسته که اجنبی که در اینجا منظورم فقط رژیم حاکم بر میهن ما نیست، کسی رو فرستاده بود اینطور که خودشون مدعی شدن وقتی مجاهدین رو میخواستن در لیست تروریستی بگذارن، مشخصا ایالات متحده مدعی شدن که ما کسی را داشتیم در ارتش آزادی بخش. درسته که امثال عدالتیان، اسم کوچکش چی بود؟ محمد رضا عدالتی. درسته که امثال محمد رضا عدالتیان و جمال شوهانی و اخلاق سرمست تابنده اینها هم گفته می شد و دیده شد که بعداً به قصد انگیزه های حکومتی وارد سازمان شدن. اما آیا اینا همه کافی بود برای اون بگیر و ببند ها، اونم سال 73؟ چون صحبت از یه مقدار برخوردهای شبه بازجویی است و بیشتر از اون صحبت از چشم بستن، سلول و از این قبیل. اگر البته باور کنیم که شما بفرمایید باور کردنی است. تو دوره‌های مختلفی توی ارتش و تشکیلات سازمان مجاهدین شما مواجه میشین با پروژه های رفع ابهام که هدفش امنیت ارتش و در صدر اون حفاظت رهبری، و به این بهانه در تشکیلاتی که آجرهاش بر اساس اعتماد برادرانه چیده میشد به همه شک میکردن و اونها را بدون در نظر گرفتن هویت انقلابیشون بررسی میکردن. وقتی یه حاکمیتی نیروهای معترض مردم رو به بهانه امنیت ملی دستگیر میکنه، تو توجیه عمل خودش حرفش اینه که داره حمایت میکنه از منافع مردم، ولی وقتی تو تشکیلاتی که عده داوطلب جانبرکف وارد اون تشکیلات شدن و اون سازمان ریل پذیرش مشخصی داره و وارد چنین پروژه میشه، باید به خیلی چیزا شک کرد. خانم هدایتی، حالا یه سوال دیگه بکنم. آیا این واقعی است که در نشست‌های افراد خاصی زیر تیغ برده شدن و همه به طور غیر منتظره و غیر قابل دفاعی به اون نفر، به اون نفرات پرخاش کردند، در حالی که شایسته اون پرخاش ها، اون برخورد های خشن نبودن؟ آیا این درسته که آقای مسعود رجوی بر این امور صحه میگذاشت و خانم مریم رجوی، یا اینکه اینا یه عده خودسر، یه عده در واقع غیر مجاهد که میخواستن ضربه به مجاهدین بزنن این کارا را بکردن؟ ببینید آقای همنشین، به هر حال توی تشکیلات نشست های زیادی هست، ولی توی سازمان مجاهدین سالانه یک یا چند بار نشست‌های جمعی برگزار می‌شد که تو اون نشست‌های جمعی
با حضور مسعود و مریم به یه سری مسائل تشکیلاتی که توی مدارهای مشخصی که نفرات قرار گرفته بودن پاسخ داده نشده بود و اینا رو می آوردن در به اصطلاح در جمع حل کنن، با استدلالی که خود مسعود می کرد و می گفتش که باید موضوعات این چنینی رو جمعی و سیاسی کرد. بنابراین خیلی از سوژه هایی رو که پنهان بودن و اگر مثلا تو مقرهای مختلف جداگانه به اونها پرداخته می شد ما مطلع نمی شدیم، تا در این نشست های جمعی مورد حسابرسی قرار می داد. این نوع حسابرسی های جمعی کارکردهای مختلفی داشت البته و مشخص‌ترین کارکردش ایجاد ارعاب بود، یعنی کسایی که تو این جمع سوژه می‌شدن به نوعی مورد محاکمه جمعی قرار می‌گرفتن و علاوه بر اونا همه اون جمع باید حساب کار خودشون رو می‌کردن. بله ما شاهد نشست هایی بودیم، یعنی من شاهد نشست های متعددی بودم و نفرات متعددی رو به یاد میارم که تو این جور نشست ها مورد اهانت و تحقیر شخص مسعود رجوی و جمعیتی که به زیر نظارت ایشون تهییج میشد قرار گرفت. در واقع اون نشست نه برای کسی که براش نشست تشکیل میشد، بلکه به نظر من برای کسانی که در اون نشست شرکت داشتند اون جمع تشکیل می شود. این نظر منه و با استفاده از جبر جو. آیا می تونین نمونه هایی از این بگین که خودتون شاهد بودین؟ نه که شنیدین لطفا، که خودتون شاهد بودین. من به شما اعتماد می کنم اونا رو بگید. ببینید من تو نشست های زیادی بودم و خب توی سلسله مراتب مختلف ما نشست داشتیم، خودم سوژه بودم، نفرات مختلفی رو دیدم، ولی برای خود من یادآوری یه سری سوژه ها بسیار دردناکه و خودم همیشه فکر میکنم اگر من جای اونها بودم چه برخوردی میخواستم بکنم. این نفرات رو میتونم اسامیشون رو بگم بفهم. امیدوارم که خودشون از اینکه من اسمشون رو میبرم ناراحت نباشن. من شاهد نشست بزرگی بر علیه آقای غلام علی حسین نژاد، همچنین آقای جواد فیروزمند، آقای حسین مشعوف، خانوم زهرا میرباقری و البته اسامی بسیار دیگر که همه رو در کتاب خودم آوردم. ولی از همه اینها دردناکتر برای من سوژه شدن آقای مهدی افتخاری فرمانده فتح الله بود، کسی که ما هممون وقتی که ایشون رو سوژه کردن من به خوبی به یاد دارم اون نشست پر از غم عمیق بود. حتی اگر جرمهایی که مسعود برای اون میشمرد واقعی بود که نبود، باید بگم که پایین آوردن چنین شخصیتی تو اون جمع فقط ابزار مشخص مسعود رجوی بود برای اینکه هیچ کس در مقابلش هیچ حرف انتقادی نداشته باشه. بعد این همه آدم که در اون نشست ها شرکت داشتن، اینها حتی اعتراض نمی کردن، اعتراض خاموش. حالا خود شما و اون نفرات زیادی که در اون جمع شرکت داشتن، اینو هیچ کدومشون اعتراض نکردن؟ بذارین اول اینو بپرسم، مثلا اون جمع چیکار میکرد؟ تایید میکرد نظرات آقای رجوی و خانم رجوی رو در محکوم کردن اون فرد یا چیکار میکرد؟ این اول بفرمایید اون جمع چیکار میکرد؟ ببینید در چنین نشست هایی البته شما باید تو اون فضای عمومی تشکیلات ما می بودین که متوجه می شدین تأثیرپذیری از فضایی که رهبر عقیدتی با حضور رهبر عقیدتی ایجاد می شد چگونه بود و کارکردش چی بود، تا متوجه بشین تو اون نشست ها چه اتفاقی می افتاد. وقتی که جایی مسعود دست بلند می کرد و فرمانی می داد و حرفی رو توضیح می داد، طبعا که باید همه تایید می کردن. ولی اگر در این بین کسانی بودند که اعتراض داشتن،
بیشک تو اون جمع نمیتونستن اعتراض کنن. سوژه تو این نشست ها در واقع زیر فرمان مسعود مورد تهاجم قرار میگرفت، مورد فوش، کتک خوردن؟ بله، مورد کتک خوردن. اینو شما با اطمینان میگید؟ بله، چون خودم هم خوردم میدونم این موضوع رو. بله، من باید تأکید کنم که در چنین برای فهم چنین فضاهایی باید باور داشت که توی سازمان شستشوی مغزی وجود داشته و تو اون دستگاه آدما در بی ارادگی از خودشون هر عملی رو انجام میدادن. چرا اسمشو میذارین شستشوی مغزی، اسمشو نمیذارین رسیدگی و تربیت تشکیلاتی؟ به خاطر اینکه آدما فقط در اون نقاط و اون زمان بندی ها این کار کرده داشتن و کسایی مثل خود من، یا من دیدم نفرات دیگه رو که با فاصله گرفتن از شرایط فکری اونجا و شرایط بسته اونجا متوجه اشتباهات خودشون میشن. خانم هدایتی، من یک پرسشی دارم، اگر ممکنه خواهش میکنم دقیق پاسخ بدین. آیا شما به یاد میارین در جوان سال 2001 در قرارگاه اشرف یه نشست بزرگی برگزار شده باشه و از تک تک نفرات از جمله مثلا خود شما پرسیده باشند که ما میخواییم، ما یعنی سازمان، مبارزه مسلحانه رو کنار بگذاریم و شما را اقناع کرده باشن، شما ها را و همه امضا داده باشین بر این موضوع که مبارزه مسلحانه کنار گذاشته میشه؟ دوباره تکرار میکنم، نشست جوان 2001 در قرارگاه اشرف، آیا به یاد میارین چنین نشستی رو؟ حقیقتا خیر آقای همنشین، من همچین نشستی رو به یاد نمیارم، چون موضوع به این جدی نمیتونه یعنی از ذهن من دور باشه، چون من دنبال این مسائل بودم و فرقی هم نبودم که نسبت به این چیزا بی تفاوت باشم و به لحاظ تشکیلاتی هم در اون سال جایگاه داشتم که حتما این مطلب رو بشنوم. شاید مثلا اون روز بیمارستان بودین، یه ماموریت بودین؟ طبعا که اینطوری نیست. مسئله به این مهمی که قرار باشه که همه رزمندگان مطلع باشن، منم حتی اگه تو بیمارستان بودم، چون موردهای دیگه ای هم داشتم قبلا، مثلا موارد دیگه ای بوده که وقتی حضور نداشتی، به هر حال مسئولین تو رو جریان قرار میدادن. اینا برای چی پرسیدم؟ یه برم زمینشو به شما بگم. در سال 2001 که دولت انگلستان نام مجاهدین رو تو سیاهه خودش گذاشت و حق حمایت از اونها رو با همین نامگذاری سلب نمود، گفت یک سازمان تروریستی است، بعد گفت هر کسی دیگه ای که از این نامگذاری تأثیر میپذیره بره شکایت کنه. البته این راهبندانها بیشتر دلایل سیاسی داشت تا حقوقی. بعدن دادگاه پوک تشکیل شد که پوک مخفف کمیسیون تجدید نظرخواهی سازمانهای ممنوع است. دادگاه پوک تشکیل شد که قضاتش رو وزارت دادگستری انگلستان تعیین میکرد و اینا در دادگاهشون در مورد مجاهدین نکته این نبود که فروگذار کرده باشن، یک سند حقوقی ارائه دادن نزدیک به 1000 مرجع، 1000 رفرانس، 362 بند، بند اصلی داشت و حدود 200 بند فرعی. در واقع یک کتاب قانون بود، یک سند محکمه پسند حقوقی بود. حالا از اینا که بگذاریم، از جمله مسائل قابل تأمل که در اونجا تصریح شد در دادگاه پوک، روایت 5 شاهد که اسامیشون رو میبرم از مجاهدین بود که اونا گفتن کنگره فوق‌العاده مجاهدین در جوان سال 2001 در قرارگاه اشرف تشکیل شد و در نشست مزبور مبارزه مسلحانه و شیوه های قهرآمیز تجدید نظر شده و همه مجاهدین بر اون صحه گذاشتن. آقای مهدی برایی، احمد واقف، همراه با خانمها صدیقه حسینی و مژگان پارسایی و آقایان حسین عابدینی و محمد سید المحدثین به عنوان شاهد معرفی شدند.
و در شهادتنامه‌های خودشون به همین نشست جوان 2001 اشاره کردند. و حتی وقتی مسئولین اون دادگاه پرسیدن پس چرا در همون سال تصمیم خودتون رو عمومی نکردین، یه دلالی هم آوردن که ریز اون در حکم 144 صفحه‌ای دادگاه پوهک مکتوب شده. خب اینو داشته باشیم. من اونجا با خودم با این پرسش روبرو شدم. در این گونه موارد که علاوه بر قضات انگلیسی دادگاه پوهک رفقای جکسترا هم در جریان قرار گرفتن، آیا حق آگاهی از رویدادها، یعنی حق اطلاع رو که طبیعت آدمی بر اون استواره، واقعا میشه برای هموطنان خودمون به رسمیت نشناخته باشیم؟ آیا مثلا همه اعضای شورای ملی مقاومت از مضمون نشست جوان 2001 که به موضوع بسیار مهمی پرداخته و به غیر مجاهدین هم مربوط میشده با خبر بودن؟ چرا موضوع نشست مضمون رو اجنبی، اونم انگلیسی، باید زودتر از مردم ایران مطلع بشه؟ و حالا راستش نمیتونم تعجب خودم رو پنهان کنم، مگر اینکه خیلی ببخشید شما دروغ بگید خانم هدایتی، چنین نشستی بوده و شما لاپوشی میکنید؟ آخه چطور ممکنه فردی که افسر اطلاعات بوده، فردی که 30 سال تو مجاهدین بوده، تو مدارهای بالای تشکیلاتی بوده، تونسته مخاطب خانم معصومه ملک محمدی باشه، میگه من اصلا چنین نشستی رو نشنیدم؟ آیا اسم دادگاه پوهک رو شنیده بودین؟ صادقانه بگم این اسم من شنیده بودم، ولی ما متاسفانه خیلی از پیروزی های سیاسی رو فقط جشن می گرفتیم و که پشت صحنه شو نمی دونستیم. مثلا من یک به صورت خیلی مبهمی الان این یادم هست که یک پیروزی در دادگاه پوهک ما داشتیم و به اصطلاح ما موقع هر شادی از این بابت و تو جشن قرارگاه اشرف خلاصه می کردیم و محتوا و ریز این مسائل متاسفانه کسی ضروری نمیدید، چون معمولا اینها موضوع رزمنده محسوب نمیشد. اینا کارهایی بود که در دست رهبری و فرماندهی بالا بود. اون نشست رو میگم، دوباره عذرخواهی میکنم، آیا ممکنه شما راست نگین اون نشست تشکیل شده؟ دلیلی برای دروغ گفتن وجود نداره، چون اگر من شاهد همچین نشستی بودم حتما به شما میگفتم و قاطع میگم من حضور نداشتم و مطلع نیستم از این موضوع. بسیار خوب خانم هدایتی، اردیبهشت سال 92، 21 اردیبهشت سال 92 که اگر اون وقت شما هم با مجاهدین بودین یا نبودین حتما خبرش رو شنیدین، آقای مسعود رجوی در مورد انتخابات پیام میدادن، پیام به خامنه ای و رفسنجانی بود که من یادمه با السلام و علی من تبع الهدى آغاز شده بود، فارسیش میشه سلام بر کسی که راه هدایت را دنبال کند، پیام به خامنه ای بود و رفسنجانی. و در اون پیام به اونها رهنمود داده بود آقای رجوی. من میپذیرم که سیاست البته فقط سیاه ها نیست، سفیدی ها هم هست، اون چه گفته میشه نوشته میشه لزوما فقط اون نیست، نانوشته ها ناگفته ها هم هست، اینو میپذیرم. اما یادمه که ایشون در قسمت پایانی اون پیام یه آیه از سوره طه نوشته بود، آیه 47 سوره طه رو که از زبان خداوند خطاب موسی پیامبر نقل شده. با توجه به معنا و مضمون آیه من نمیدونم چرا آقای مسعود رجوی اونو در رابطه با کسانی به کار برد، خامنه‌ای و رفسنجانی، که در دستگاه نظری خودش از نوع روبا و کفتارن. دستگاه نظری پیام دهنده رو اشاره میکنم. در اون دستگاه که نمیشه گفت سلام بر افعی که کبوتر میزاید. شما از خودتون نپرسیدی خانم هدایتی چرا کسی که ادعا میکند آنتیتز استبداد مذهبی است باید به گفتمان جوادی عاملی و مسیح یزدی متوسل بشه؟ تواضع فروتنی با به کار بردن واژه حقیر، ایشون نوشته بود واژه رو در مورد خودشون، با به کار بردن واژه حقیر و آیه و سلام علی من تبع الهدى که حاصل نمیشه، شما براتون سوال نشد؟
ما چرا باید رهنمود بدیم به خامنه ای و رفسنجانی؟ میشه هر چیزی رو با این توجیه کرد که نه ما میخواستیم یک ماری توی دستگاه اونا بیاندازیم. این یه نوع دیپلماسی است، دیپلماسی ظریف انقلابی است. ما میخواستیم لحظه ها رو شکار کنیم. شما قانع میشدین با این چیزا؟ من فردن قانع نمیشدم. ولی با این سیاست مسعود آشنا هستم و آشنا بودم که هدف وسیله رو توجیه میکنه. پا گذاشتن روی اصول و گل گرفتن دیپلماسی انقلابی رو من تو گام‌های مختلف مسعود تو شرایط مختلف مواجه شدم و دیدم. فکر نکنید که فاصله گرفتن ها خود به خودی بوده. به هر حال هم چیزهای آدم رو به شک و سوال وامی داره. برای خودم این سوال پیش اومد که چطور آقای رجوی دست به چنین نام نگاری هایی میزنه که خودش نویسنده کتاب گزارش مسئول شورا در مورد نام نگاری های آقای بنی صدر بود و یک کتاب پرحجمی رو خرج این قضیه کرد که اثبات کنه که این نام نگاری ها ناشی از دست دادن اصول و نزدیکی های بی دلیل به حاکمیته. یه نکته دیگه بگم که از پیام به خامنه‌ای و رفسنجانی در میابیم که انگار استبداد دینی میتونه در درون خودش بازی تقسیم قدرت رو بپذیره. مضمون پیام اینا میگه، چون میگه اینطوری کنین اونطوری کنین. خب اگه چنینه پس چرا آنتیتزش که انقلابم کرده پوسته ها رو شکسته از او عقبتره؟ چرا هر کسی که دم از پرسش و چون و چرا بزنه مارک پاسدار سیاسی نظام میخوره؟ اما اون پیام مضمونش خمیرش اینه که گویا حکومت دینی میتونه در درون خودش بازی تقسیم قدرت رو بپذیرد. البته که به نظر من مسعود رجوی همیشه توهم اینو داره که میتونه بسیار موجود تأثیرگذاری باشه و ولیکن این هم یک بازی بیش نبود. بسیار خوب. یک سوال دیگه بپرسم بعد اگر نکته یادم موند اگر شما اجازه بدین و وقت داشته براتون میگم. من یادمه چون شما فرمودین از نوجوانی به مبارزه پا گذاشتین و 30 سال هست 32 سال هست با مجاهدین هستین، من به یاد شما میاندازم یه اطلاعیه مهمی از مجاهدین، گرچه این مربوط به 28 اسفند سال 57 اما این بارها بعدن در نشریات مجاهدین تکثیر شد و اون برنامه حداقل مجاهدین بود درباره رفراندوم و انتظارات مرحله‌ای از جمهوری اسلامی، عنوانش این بود. در این اطلاعیه مهم من یکی دو سطرشو یادم هست براتون الان میگم و بعد سوال ما میپرسم. میگه مضمون برنامه حداقل یک سازمان مسلح به ایدئولوژی اسلام و جهانبینی توحید دقیقا ملازمه با نفی همه جانبه آثار سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپریالیسم جهانی به سردمداری آمریکا، همون قدرت شیطانی، طاغوتی و کفرآمیزی که قدارترین نیروی تاراجگر تاریخ جهان رو تشکیل میده، همون قدرتی که همراه با سایر شرکا تمام خلقهای زیر سلطه جهان رو در چنگال اهریمنی خود دارند. بعد توضیح میده، نمونه‌های تاریخی میاره تو این اطلاعیه، کما اینکه در تاریخ جدید ایران از مشروطه به این طرف امپریالیست ها پیوسته حامی و ارباب هر جنایت و پلیدی صفاکان بودن، همونها که رضا پالانی قلدر رو، منظورشون رضا شاست، همونها که رضا پالانی قلدر را بر ما گماشتند و برای من کودتای 28 مرداد، ساواک، کشتار 17 شهریور، فاجعه سینما رکس و چماقدار و رستاخیز بر ما آوردند. همونها که کاپیتالیسم سیاسی خود را به تمام ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما تعمیم دادند. بل آخرش میگه از این نظر به صراحت اعلام میکنیم که هر گونه ابهام و تردید در تشخیص امپریالیزم قدار زمان به مثابه مانع بوت و تضاد اصلی مرحله از تاریخ از جانب هر فرد، مقام و گروه بی تردید در این میهن فاجعه ها به بار خواهد آورد.
اعلام میکنیم که بدون درگیری قاطع انقلابی با تمام مظاهر این قدرت شیطانی هیچ مجالی برای سعادت خلق و رضای خالق و معرفی چهره راستین اسلام و گام برداشتن به جانب توحید و یگانگی اجتماعی باقی نخواهد ماند. این اطلاعیه که عنوانش بود برنامه حداقل مجاهدین درباره رفراندوم. حالا پرسشم من اینطوری از شما میپرسم، آیا برای شما که 32 سال اونجا بودین، در مدارهای گوناگون تشکیلاتی بودین، نزدیک شورای رهبری بودین، اشتباه میکنم؟ نخیر. خب برای شما این تعجب آور نیست این نوع شور و فتورها از به قدرت رسیدن مثلا جان بولتون یا سخنرانی جولیانی و امثال اونها؟ دوچار هیچ تناقضی نمیشین؟ کدوم اینا درسته؟ این اطلاعی دروغه یا نه این سند مکتوبه؟ طبعا که نمیشه به این سند مکتوب و این قاطعیتی که توی متن این اطلاعی وجود داره شک کرد، چرا که این در واقع در فضای همون فضای انقلابی سال 57 صادر شده و شاید محتوا و قلب خیلی از کسانی که خونشون رو تو این مسیر دادن در واقع باشه، ولی تغییر جهت و تغییر مسیر سیاسی مجاهدین و موضع‌گیری‌های فعلی اینا رو میشه به حساب استحاله مشخصی گذاشت. کمون که خود من وقتی توی قرارگاه اشرف، زمانی که ما در محاصره آمریکایی قرار گرفتیم و مورد حفاظت نظامی اونا بودیم و در واقع امر اسیر اونها بودیم، ما تبدیل شده بودیم به مهماندارهای دائمی افسران آمریکایی و خود من از میزان انعطافی که در مناسبات اونجا با این جریان برقرار می شد همواره متناقض بودم. من نمیتونم قبول کنم که این مسیر امتداد همون اطلاعی است و معتقدم بر پایه همون تئوری که بهتون گفتم هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای به قدرت رسوندن و در قدرت موندن و حفظ تشکیلات به هر قیمت سازمان از خیلی از اصولش عدول کرد. خب اگه بگه که این دیپلماسی انقلابیه، مثلا بگه صلح حدیبیه، ولایت عهدی امام رضا، صلح امام دوم، یا مثلا بگه مذاکرات برست لیتوفسک، از این مثال ها بزنه، بگه این دیپلماسی انقلابی، شما نمیفهمین، شما سر در نمیارین که سوال میکنین. مطمئن باشین که مسعود به همین چیزا آویزون میشد برای اینکه به ما تو گوش رزمنده ها همچین چیزایی رو فرو کنه و در واقع مجاز بشموره. وقتی که خانم مریم رجوی توی پاریس پرچم به دست میان این پارلمانترهای آمریکایی که با قیمت کلون برای این جلسات می آورد و حتی خودشون قیمتهای این سخنرانی ها رو اعلام می کردن تو بعضی از نشست ها، حتما نیاز داشت که در واقع به این مثال ها استناد کنه. ببخشید، این که فرمودین تو بعضی نشست ها قیمت رو معلوم میکردن، این میشه توضیح بدین؟ بله، در واقع مثلا تو بعضی از نشست های جمعی که با مسئولیت خود مسعود و یا مریم و همراهش مریم رجوی یا مژگان پارسایی انجام میشد، برای اینکه در واقع وزن حضور این پارلمانترها رو برای رزمنده ها بیشتر جلوه بدن و تاثیرگذاری بیشتری تو روحیه نفرات داشته باشن، قیمت های کلونی که این نفرات چه برای مسافرت هاشون و حضور در جلسات و چه برای سخنرانی هاشون داشتن و اعلام می کردن، گفتن قیمت ها فقط برای بالا بردن ارزش های اونا برای ما بود.
خانم هدایتی میتونم بپرسم علل پیوست و گسست شما از مجاهدین چی بود؟ یا به طور خاص بفرمایید علت جدایی شما از تشکیلات سازمان چی بود؟ اگر البته ممکنه. بله حتما آقای همنشین، اتفاقا همون علت پیوستن و جدا شدن هم باره یکیه. من به خاطر آزادی خواهی پیوستم و به خاطر آزادی خواهی جدا شدم. دلایل گسستنم از سازمان در کتابم که شرح 30 سال وقایع اتفاقی است کم و بیش بیان شده. اما اینجا به طور کلی بگم برای من هم تکانه اصلی نهیب وجدان و غلبه شرمندگی بر حوصله و صبر بود و من هم در یک اضطرار ناگزیر چاره‌ای جز به درود و بیان درد خیش نداشتم. با تمام وجود معتقدم دندان زمان گره ها را می گشاید و آینده نشان خواهد داد که رنج و اعتراض امثال من واقعی بوده است. خانم هدایتی، اینطور که شما فرمودین کتابتون شرح 30 سال وقایع اتفاقی درون سازمان است. پرسش من اینه که این کتاب بیشتر وقایع نمایی است یا وقایع نگاری؟ به این معنی که آیا شما تکیه بر فاکت های مشخصی هم کردین یا صرفاً به بیان نظرات خودتون پرداختین؟ همونطور که اول صحبت رو گفتم، من تلاش کردم به مثابه یک شاهد باشم و کتاب من بر اساس وقایع نگاریه. البته خیلی جاها هم نظرات خودم رو مطرح کردم، ولی نه برای خراب کردن اون واقعه، و بیشتر نیت من ثبت امر واقع است. کتابتون کی منتشر میشه خانم هدایتی؟ والا امیدوارم که به زودی این کار انجام بشه و همچنین امیدوارم که بتونم دو جلسه بعدی که انشالله شما برای من فرصت قائل بشین بتونیم قسمت‌هایی از این کتاب رو برای شنوندگان عزیز بخونیم. خانم هدایتی، من این پرسش رو فراموش کردم بپرسم در مورد خانم مهری موسویس. آیا راست مسائلی که راجع به ایشون گفته میشه، از جمله این که آقای مسعود رجوی در جمعی که ایشون حضور داشته مهری موسوی مورد پرخاش و آزار قرار میگیره، آیا اینا شایع است یا واقعی است؟ آیا همنشین، باید بگم که به هر حال خانم مهری موسوی در سطح تشکیلاتی بالاتر از من قرار داشتن و شورای رهبری بودن. نشستای این لایه از ما جدا بود، ولی من از طریق یک از دوستان که بهشون خیلی اعتماد دارم و در این نشست ها شرکت داشتن، مطلع شدم که این متاسفانه این موضوعات واقعیت داشته و خانم مهری موسوی توی جلسات و نشستایی که برای شورای رهبری گذاشته می شده بسیار مورد تحقیر و از اهانت به طور خاص از طرف خود مسعود رجوی قرار گرفته و من هیچ بعید نمی دونم هر اتفاقی رو که حتی به صورت شایع تا کنون پخش شده باشه. همچنین من اینجا باید یه موضوعی رو تأکید کنم که برای اینکه اطمینان بدم به تمام دوستانی که صدای منو میشنون، و تأکید میکنم که شماری از مسئولین من که هم اکنون در قید حیات و در تشکیلات هستن میدونن که من هر بدی داشته باشم امکان نداره که پا روی وجدان و انصاف بگذارم و اهل دروغ نیستم. آنها اینو میدونن حتی اگه بیان نکنن، چون ما سالیان در غم و شادی شریک هم بودیم، در کنار هم بودیم. من یک بار دیگه تصریح میکنم که من
با رژیم شقی حاکم بر میهنم فاصله دارم و اعتراض من به تشکیلاتی که در اون فعالیت میکردم ابدا تایید این حکومت جبار نیست. خانم هدایتی، همونطور که شما اشاره کردین حدود 30 سال در روابط مجاهدین بودید. در میان دوستانتون حتما کسانی بودن که فداکاری ها داشتن، رنج ها دیدن و شما در غم و شادی همدیگر شریک بودین. براتون آسون بود ترک اونها؟ اینطور که شنیدم شما چندین و چند بار اعتراض خودتون رو اعلام کردین و حتی یک بار یا بیشتر ناچار شدین که بگریزین از اونجا، با اینکه دلکندن میدونم برای رویه های مثل شما چقدر سخت بوده. و بعد شما گیر افتادین، آزار دیدین و اینطور که شنیدم اگه درست باشه، من نمیدونم، به سلول هم رفتین و اینها گذشت و بالاخره اومدین. سعدی میگه جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. سعدیا، عاشق صادق ز بلا نگریزد، سوس عهدان ارادت ز ملامت برمند. برای شما آسان بود کندن از اون دوستان شفیق؟ اجازه بدین یه توضیح مشخص در این موضوع بدم، سوالی که کردین، که البته من این مواردی تو که میگم بیشترش تو کتابم توضیح دادم و خوبه که انشالله وقتی این کتاب تولید شد بشه به اون مراجعه کرد. واقعیت اینه که تو مبارزه همونجور که ما یاد گرفتیم و عملا هم انجام دادیم، خیلی نمیشه با احساسات حرکت کرد، چون که مبارزه در واقع مسیر سرسختیه. کما اینکه اولین جدایی ها که همون جدایی از خانواده بود، ما ازش عبور کردیم به خاطر رسیدن به مبارزه، به خاطر آرمانمون. نه، کار آسونی نیست. از رفقایی که، دوستانی که ما در کنار هم بودیم و حاضر بودیم برای همدیگه جان بدیم، به نظر من همیشه میگم، هنوز میگم، اونا بهترین ها بودن. من با هیچ کدوم از اونها نه جنگ دارم، نه دنبال این هستم که در واقع بخوام اونا رو متهم یا از اونا فرار کنم. اون چیزی که من در واقع ازش کندم رهبری غیر صادقی بود که شرایط مبارزه رو بر ما تنگ کرد و مسیری رو رفت که هنوز ما هیچ دستاوردی تو اون نداریم. اگر من واقعا انقلابی هستم و به اون مؤمن هستم، باید که این کارو میکردم. همطور که گفتین، من بارها تصمیم گرفتم که از این سازمان جدا بشم. اونجا شاید اصلا به من لقب حلق ضعیف میدادن، به دلیل اینکه بارها تکرار میکردن که تو میخوای از مبارزه فرار کنی. شاید همین موضوع منو تحریک به موندن میکرد، برای اینکه اثبات کنم من از مبارزه نبریدم، من از مناسبات بریدم، از اون چی که مبارزه رو به اشتباه میکشونه. من بله، حتی یک بار هم اونجا اقدام و فکر فرار داشتم و متاسفانه نه تنها موفق نشدم، همطور که گفتین بسیار تنبیه شدم و شرایطی برام پیش اومد که در واقع شرایطی مثل شرایط زندان و آزارهای روحی. دوباره تصریح میکنم که من جدا نشدم از دوستان و کسانی که به قول شما رنج ها دیدن و فداکاری ها کردن. من از رهبری غیر صادق جدا شدم، از مناسبات غیر انقلابی و ناصادقی که مسیر مبارزه رو به خطا برد. امیدوارم کتاب شما منتشر بشه و در این کتاب بدتر دیده نشه، خوبتر دیده نشه. شما به غضب بارکالله و به و چهجه دیگران گرفتار نشوید. همچنین امیدتون رو از دست ندیم
به همون نهیب وجدان که باعث میشه آدم به اعتراض بنشینه، هرچند میدونه بیان کلمه حق مرا رد داره، توجه کنه. و در پایان این سوال رو میپرسم که چندین و چند ساله که آقای مسعود رجوی غیبش زده است و در قید حضور نیست. من شخصا امیدوارم به معنی دقیق این کلمات حی و زنده باشد. امیدوارم حی و زنده باشد تا از جمله بنویسد و چتری باشد برای چراهای بیشمار که مثل باران میبارد و سر ایستادن هم ندارد. زنده باشد و البته پاسخگو. ممکنه کسی در قید حیات باشه اما زنده نباشه. به عکس، وقتی هم که نیست ممکنه باشد. زنده بودن فراتر از دم و بازدم و حرف و صوت است. بله، زنده بودن فراتر از دم و بازدم و حرف و صوت است. زنده بودن چیز دیگری است. من شخصا به شما بگم که معتقدم که ایشون در قید حیات و دلایلی برای اون دارم. از شما بپرسم، به نظر شما آیا آقای مسعود رجوی در قید حیات هستن؟ لاقای همنشین، باید خدمتتون عرض کنم ورود به این حیطه همواره توی تشکیلاتی که من توش زندگی کردم مرز سرخ بود. فکر کردن به رهبری فقط در حیطه سرسپاری و مواضع ایدولوژیک بود. اینکه رهبر الان کجاست، در چه وضعیتیه، سالمه، سالم نیست، فقط باید تبدیل میشد به عشق و اراده ما در خدمت اون. اینکه فکر کنیم الان در چه نقطه‌ایه اصلا تهدید تشکیلاتی محسوب میشد. ما اجازه نداشتیم به این چیزا فکر کنیم، ولی همواره ما حضور مسعود رو از طریق رفتارها و کردارهای تشکیلاتی متوجه میشدیم. من همین الان میتونم به اطمینان بگم که مسعود رجوی زنده است. منم مثل شما خیلی دوست دارم که ایشون زنده باشه و پاسخگو چراها باشه. زنده است به این دلیل که ایشون، من مطمئنم، نظارت کامل داره بر هدایت تمام ضدیت‌هایی که بر علیه نفرات جدا شده از این جریان و این تشکیلات حضور دارن، افراد با ارزش و دوست داشتنی که ما وقتی که در تشکیلات مجاهدین حضور داشتیم همواره به احترام و به با خوبی ازشون یاد میکردیم. کسانی مثل آقای دکتر قسیم، کسانی مثل آقای محمد رضا روحانی، آقای اسماعیل وفا یغمایی که ما سروده هاشونو در سرودهای صبحگاهیمون کماکان اجرا میکردیم، کسانی که الان به صورت اطلاعیه وارد میشن و سیاه نمایی میکنن، به نظر من تنها با اجازه و با هدایت مسعود این کارها رو انجام میدن. بیان بیان مسعوده و دلیلش هم برای حفظ اونه. بنابراین من فکر میکنم ایشون زنده هستن و همونطور که گفتم امیدوارم زنده باشند و پاسخگو. خانم فرشته خلج هدایتی، شما ناراحت نشدین این سوالات رو من با شما در میون گذاشتم؟ خواهش بکنم آقای همنشین، من باید از شما تشکر کنم که همچین فرصتی برای من قائل شدین و من تونستم صحبتامو از طریق شما که از نظر من یک منبع موثق و مستقل هستین صحبت کنم و هم کتابمو معرفی کنم. من باید بگم که من مصاحبه های قبلی شما رو دنبال می کردم، مصاحبه های خیلی قوی و غنی که در واقع همشون اسناد تاریخ ایران هستن، مصاحبه با آقای دکتر قسیم، آقای روحانی، آقای اسماعیل وفا یغمایی، آقای مصداقی، آقای باقر مؤمنی، آقای ناصر رحمانی نژاد، خانوم میهن جزنی، خانوم منصوره بیات، آقای شاه سوندی، آقای رضا مولایی نژاد، آقای هوشنگ عیسی بگلو و زنده یاد عباس رحیمی. من به عمد اسم همه این
عزیزان رو بردم به خاطر اینکه خانم ویدا حاجبی هم هست که من هنوز این مصاحبه رو نگذاشتم. بله شرمنده، من نمیدونستم، ولی به هر حال من از تمام این مصاحبه ها بسیار آموزش گرفتم و ترغیب شدم که بتونم از شما خواهش کنم که این مصاحبه رو با من داشته باشین و بسیار ممنونم مجدد از فرصتی که برای من قائل شد. آیا شما میدونین که بیان کلمه حق مرارت دارد و شما با دشواری روبرو میشین؟ این شب است، آری شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. آیا میدونین بیان کلمه حق مرارت دارد؟ بله، بیان کلمه حق مرارت دارد. حالا حالاها بد و بیرا و هرزه نویسی به خرد و انصاف تیپا میزنند و حق اظهار نظر و مسئولیت اظهار نظر پایمال میگردن. همه به سوی هم سنگ میاندازیم و بر سر شاخ بن میکنیم. به قول برتولد برشت، آه که ما میخواستیم زمین را آماده مهربانی کنیم، خود نتوانستیم با هم مهربان باشیم.